با درود و مهر زبانشاد استاد شهریار، چنان شوره شهر است به عشق ورزیدن که نیازی نیست بگویم. زاد روز محمد حسین بهجت تبریزی، 11 دی ماه 1285 است و 27 شهریور ماه 1367 جان به جان آفرین می سپارد. یعنی در بوبوهی جنبش مشروطیت استاد شهریار چشم به جهان می کشاید. وابستگیش با حافظ چنان است که با زمزمه غم غریبی و غربت چون بر نمی تاوم به شهر خود روم و شهریار خود باشم، تخلص شهریار را برمی گزیند. داستان عاشقی شهریار و شعر سرشار از سوزش، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا چنان مشهور است که مپرس. شهریار در 4 سباق عمرش افزون بر شاعری ستار می نوازد، نسخ و نستعلیق و تعریف را به خوبی می نگارد. شهریار به زبان پارسی و زبان مادریش ترکی آذربایجانی شاعر سرآمد است. شهرتش در قلمرو ترک زبانان کمتر از قلمرو زبان پارسی نیست. بیگمان حیدر بابا در حوزه ادبیات ترکی شاهکار است ماندگار. دوستان فریخته، استاد شهریار شاعر است جوشیشی، سرودهای درخشان و ماندگار دارد. کاش می توانستم به گستردگی داد سخن بدهم و زمزمه کنم ای که از کلک هنر نقش دلانگیز خدایی، علی ای همای رحمت تو چه آیت خدا را، جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را. زمان اندک است، به هر روی شهریار با آنکه شاعر جوشیشی است، آگاهانه و با ارادت پای در جای پای حافظ می گذارد و غزلهای درخشانی را در پیروی از این رند عالم سوز می سراید. اما ره به جایی نمی برد. آنچه شهریار را شهریار ساخته است شور و شیدایی اوست، مستانگی های رو جنبانش. شعر مادر شهریار از سروده های ماندگار زبان پارسی است. آهسته باز از بغل پله ها گذشت، در فکر آش و سبزی و سبزی بیمار خیش بود. همچنین پیامش با اینشتین یا همون اینشتین معروف، اینشتین پا فراتر نه جهان عقل هم طی کن، کنار هم ببین موسی و عیسی و محمد را، کلید عشق را بردار و حل این معما کن، وگر شد از زبان علم این قفل کهن وا کن. اینشتین باز هم بالا خدا را نیز پیدا کن، شعر است ماندگار. و میگویند اینشتین با خواندن پیام شهریار 3 بار بر پا خواسته است و حتی گریسته است. همچنین مخمس شهریار بر غزل معروف شیخ اجل سعدی، من ندانستم از اول که تو بیمیر و وفایی و ارادتش به حضرت مولانا، هم بدان قرآن که او را پاره سیست، مثنوی قرآن شعر پارسیست، از سروده های ماندگار است. در همینجا باید بگویم این مثنوی از نظر اندیشه بافتار و ساختار سخت شورانگیز و نوایین است. مشاهده رویای روانشاد استاد خلیلی که در شبهای آوارگی بازتاب یافته است، از نظر ساختار سخت با شعر شاد روان شهریار. در بزرگداشت مولوی میرسد هر دم صدای بالشان همانند است. بی تردید خلیل الله خلیلی در پرداخت به شاهدی رویا به سرودی محمد حسین شهریار توجهی ویژه و درنگ سخنشناسانه داشته است. دوستان گرامی، فراموش نباید کرد که شهریار در روزگار سختی که شعر نو تازه جوانه زده است در ایران
نمایشی جوان را برمیتابد و این از نکته های بارز زیست ادبی و شاعرانگی استاد شهریار است. دوستان و جوان، نمیخواهم از شهرت شهریار در افغانستان سخن بگویم که فراتر از یک تریچه سخن می شود، فقط اشارت می کنم تا جایی که من می دانم نخستین آواز خانه که غزل شهریار را با آواز خوش می خواند شادروان استاد شیداست. برای ویکتور که ترک تو ستمگر کردم، حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم، حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم، عهد پیمان تو با ما و وفا با دیگران، ساده دل من که قسم های تو باور کردم. استاد شیدا در 1295 در چهاردهی کابل زاده شده و در 1349 خورشیدی دریغ و درد در 1349 خورشیدی در حادثه ترافیکی با فرزند جوانش میا شیدا، استاد محمد قاضی طبل نواز و حاجی محمد یونس خوشنشین جان می سپارد. و می دانیم که استاد شیدا 10 سال از استاد شهریار کوچکتر بوده است. به هر روی آنچه که من می دانم این است که زندگی استاد شیدا در عرصه عشق و شیدایی، تأکید می کنم زندگی استاد شیدا در عرصه عشق و شیدایی با زندگی استاد شهریار سخت همخوانی دارد. شاید اینکه غزل استاد شهریار را می خواند ریشه در این همخوانی و سنخیت عشق و شیدایی داشته باشد. شادروان استاد سراهنگ نیست با هنر و آواز ماندگارش این غزل شهریار را نوصلت دیده بودم کاش که ای گل نه جلانت ماندگارتر می سازد. روان استاد شهریار، مینوی باد و پارسیبان ماندگار.